برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. در پی وقوع کودتا در نیجر، اتحادیه آفریقا این کشور را از تمامی برنامه‌های خود حذف کرد. بر اساس گزارش رویترز، این تصمیم روز سه‌شنبه 31 مرداد از سوی اتحادیه آفریقا گرفته شده است. اتحادیه آفریقا از تمامی اعضای خود و دیگر اعضای جامعه بین الملل خواسته تا از هر نوع اقدامی که به مشروعیت بخشی به نظامیان حاکم بر نیجر منجر شود خودداری کند. جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا موسوم به اکوواس اعلام کرده که آماده است تا در صورت شکست تلاش‌های دیپلماتیک برای احیای دموکراسی در نیجر نیروهای خود را به این کشور اعزام کرده و مداخله نظامی کند. سازمان غیردولتی حفاظت از کودکان در سودان اعلام کرده دست کم 500 کودک و شاید صدها تن دیگر طی 4 ماه گذشته در اثر گرسنگی جان خود را از دست دادند. این سازمان در بیانیه هشدار داده هرگز تصور نمی‌شد که این همه کودک از گرسنگی بمیرند، اما این واقعیت جدید در سودان است. وی افزوده بیم آن وجود دارد وضعیت در سودان بدتر شود، زیرا این سازمان به سبب جنگ نتوانست فعالیت‌های خود را برای درمان 31,000 کودک مبتلا به سوء تغذیه را از سر بگیرد. ارتش پاکستان روز سه‌شنبه 31 مرداد اعلام کرد که 6 سرباز این کشور در درگیری با طالبان پاکستان در وزیرستان جنوبی نزدیک به مرز افغانستان کشته شدند. طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفته که جنگجویان این گروه در یک کمین به خودروهای نظامی ارتش پاکستان حمله کرد. چندی پیش مؤسسه مطالعات صلح پاکستان گفته بود که پس از تسلط طالبان در افغانستان حملات تروریستی در پاکستان افزایش 73% داشته است. گفته شده از آغاز سال تا کنون حدود 400 نفر به شمول نیروهای امنیتی در نتیجه حملات طالبان پاکستان و گروه‌های شورشی دیگر کشته شدند. رشوه از پاکستان عناصر وابسته به سنی‌های تندروی سپاه صحابه طی 2 شب گذشته 2 تن از جوانان شیعه را در شهر کراچی به شهادت رساندند. بر اساس جزئیات منتشر شده، تروریست‌ها 1 شنبه شب در نخستین حمله خود به یک جوان شیعه به نام سید مرتضی حیدر رضوی 29 ساله را با یورش به منزل وی واقع در منطقه گلستان جوهر شهر کراچی هدف تیراندازی قرار دادند. دومین حمله در نزدیکی منطقه عریشه سوسایتی شهر کراچی رخ داده و عناصر تروریستی سنی‌های تندروی سپاه صحابه و لشکر جنگوی 1 جوان شیعه به نام محسن رضا را به ضرب و گلوله به شهادت رساندند. خبری از عربستان. عربستان سعودی سه‌شنبه شاهد طوفان شدید و رعد و برق ناگهانی بود که منجر به خسارات گسترده در سراسر این کشور شد. وزش باد با سرعت بیش از 80 کیلومتر در ساعت، تابلوهای تبلیغاتی، سازه‌های فلزی و سطل‌های زباله و تیرهای برق را تخریب کرد. ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهد طوفان شدید در مکه باعث برهم خوردن نظم بیت الله حرام شده و حتی زائران را نیز با عدم تعادل در هنگام حرکت مواجه ساخته است.